سیامک این ویژه برنامه از پرطرفدارترین برنامه ها بود و علاوه بر نظرات نوشتاری پیام های صوتی زیادی هم دریافت کردیم و این بار همراهان تصویری هم مشارکت کردند و البته از تاثیر سفر رئیس جمهوری آمریکا و جنبندی سفر حتی از آمریکایی ها هم پرسیدیم. برخی از کاربران ایرانی مثل شهباز معتقدند این سفر برای آمریکا و کشورهای همپیمان دستاورد خوبی خواهد داشت ولی برای مخالفان برعکس. حالا ببینیم و بشنویم نظرات دو آمریکایی، یک نظر تصویری، یک نظر صوتی که شما برای برنامه خودتون فرستادید. من فکر نمی کنم این سفر واقعا کمکی کرده باشه چون توافقی در پی نداشت. جو بایدن سعی میکنه روابط آمریکا رو با کشورهایی که کمی روابط عجیب و غریب دارن حفظ کنه. بنابراین فکر میکنم این سفر بتونه کمک کنه. به نظر من سفر بایدن یک تغییر اساسی در سیاست خارجی کاخ سفید در برابر ایران رو نشون میده و اینکه بایدن گفته که منافع آمریکا با موفقیت کشورهای خاورمیانه و صلح با اسرائیل در ارتباطه و به ایران اجازه تنش آفرینی رو نمیده و در مبارزه با تروریسم و تهدیدات تروریستی در منطقه قاطع هستند و از متحدانشون دفاع میکنن، به نظر من بسیار مثبته و جمهوری اسلامی رو مجبور به تمکین خواهد کرد که از رفتار و تهدیدات تروریستیش دست برداره اگر که بخواد به جمع کشورهای موفق خاورمیانه بپیونده. به نظر من خیلی صادقانه بگم باعث میشه حکومت ایران حرکت‌های انتحاری بیشتری از خودش نشون بده اگر تحریکش بکنن. نظر مردم در ایران درباره گسترش روابط اسرائیل با کشورهای عرب منطقه رو هم پرسیدیم. به نظرم اتفاقیه که میتونه خوب باشه برای منطقه از لحاظ اینکه تنش بین کشورها کمتر میشه، تنش منطقه کمتر میشه، همکاری که میتونن بکنن از لحاظ سیاسی از لحاظ اجتماعی با هم دیگه بهتر میشه. اینکه پیمانی بین ایران الان و اسرائیل بخواد بسته بشه من حقیقتش بعید میدونم.